عزیزان، برنامه نایریکا هست و همه شما را خوش آمدید میگم به این برنامه زیبا. فرناز غنی زاده هستم در خدمت شما عزیزان قرار دارم و موضوعی را که در این هفته انتخاب کردیم در رابطه با کار کردن زنان در بیرون از منزل است. این موضوع که آیا به زن مسلمان اجازه است که به بیرون از منزل به کار بپردازه و در دفاتر دولتی، مؤسسات، مراکز تعلیمی وظیفه اجرا کنه، دیدگاه اسلام در این مورد چی است و چی شرایطی را وضع کرده خود دین اسلام؟ زن مسلمان در کدام مواضع و زمینه ها میتونه که کار کنه و از این دو آیا برای یک زن کار کردن در منزل خوب است و یا هم در بیرون از منزل؟ در رابطه گزارش آماده هست، گزارش را با هم میبینیم و میشنویم. دو عامل مهم و تعیین کننده زندگی عصر نوین، یکی فراهم شدن امکان تحصیل و دیگر دشواری های اقتصادی است که موجب شده خانم ها دوش به دوش آقایان در خارج از خانه کار کنند. انگیزه اولیه بسیاری از خانم ها برای اشتغال بیرون از خانه فقط مادی نیست. بیشتر خانم ها به این دلیل تمایل دارند کار کنند که از این راه رضایت خاطر به دست می آورند، زیرا بیکاری به طاقت و افسردگی می آورد. زنان وقتی بیرون از خانه کار کنند، یعنی این که مستقل هستند و میتونن دوش به دوش همسرشان یا پدرشان در اقتصاد خانه خانوادهشان کمک کنند. زنانی که بیرون از خانه کار میکنند باعث میشه که جامعه تنها به دوش مردان نباشه، زنان هم در جامعه و در کارهای جامعه سهم بگیرند. زنانی که در بیرون از خانه کار میکنند باعث میشود که در خانواده هم مستقل باشند و وابسته مردان یا پدرانشان نباشند. کار کردن و حضور نداشتن خانم ها در خانه منشأ بسیاری از اختلاف های همسران امروزی است. زنان امروز با زنان دیروز که فقط همراه شوهرانشان به کار کشاورزی و دامداری می پرداختند فرق دارند. عصر فناوری جدید همه چیز را در هم ریخته و نوع کارها هم عوض شده است. اما کار کردن خانم ها در خارج از خانه چی فواید و چی ضررهایی دارد؟ ضیاءالحق شمس جامعه شناس در مورد میگوید چی معایب داره از نظر عقلی و سنجشی من حیث انسان معایب نداره، فقط ممکن است به موقعیت های بر بگرده که داخل خانواده ها هست. اگر یک مادر طفلی یک ماه داره و مثلا اطفال داره که بیشتر میتونه مفادش بر اطفالش برسه تا به کارکردهایش در بیرون، در او قسمت میتونه شما در رابطه با می خانواده نظر بتین و مثلا متفاوت باشه اون نظر، و یا برعکسش ممکن مادر بتونه هم کار داخل خانواده خودش را قسم تنظیم بکنه که در جامعه ازش توقع وجود داره که باید بکنه و هم کارهای بیرون بتونه موفقانه انجام بده که ممانعتی نداره. اینا عیبی را که میگن و مثلا معایبی را که مرتبط میدانن با این قضیه مربوط میشه به نوع برداشت ما از موقعیت زنان در جامعه، در خانواده، هویت زنان، ارتباط زنان با شرایطشان و از همه مهمتر استقلال مالی و توانمند شدن زنان به اینا ممکن مربوط باشه. امید درازنای تاریخ ما در قسمت فرهنگ اینها را قید کرده، یک منزلت خاصی بر زنان داده داخل خانواده، یک وضعیتی برش تعریف کرده که شما اونا را بیشتر با یکی با اقتصاد تعریف کنین زنه، با موفقیت بیرونی، با کار، با مثلا با نامزد شدن در پست‌های سیاسی یا موقعیت‌های دیگه تعریف بکنن، بیشتر با خانواده اونا را تعریف میکنن، بیشتر با اطفال تعریف میکنن، بیشتر با متاسفانه با آشپزخانه و با درون خانه و کارهای داخل خانه اونا را تعریف میکنن. این واقعیت از این جامعه هست که این قسمه هست. به نظرم فوایدش بیشتر از معایبش هست. زنان در دین اسلام از نظر کار کردن در خارج از خانه مانعی ندارند و زن می تواند در خارج از منزل کار کند، البته تحت شرایطی که برایش جاری شده است. زنها را ما تقسیم میکنیم، بعض وقت میشه که امی زنهایی هستند که اونا شوهری داره که معلول است، یا شوهری داره که معتاد است، یا شوهری داره که ضعیف است، ناتوان است. بله، برش
100% از طرف شریعت اجازه است که باید است بره کسب چی بکنه، کماین رزق حلال بکنه، خودش عبادت است. اما که میره که چی میگه، ضرور نیست که عبادت بکنه، عبادت نماز باشد، اما کمایی روزی حلال به زن و مرد این خودش عبادت محسوب میشه. اما او شوهری که توانمند است، او باید است زیاد زحمت در عرصه زحمت بکشه و نفقه خانم به دوش شوهر است، لیکن برعکس نیست از دیدگاه اسلام. دوستان، نگفته نماند که هر کسی حق داره که شغل داشته باشه، البته شغلی که به اون مایل است وظیفه اجرا کنه و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشه. دولت موظفه که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کنه. اما در قوانین عادی این حق به نوعی برای زنان متأهل محدود نمیشه. مستندی را میبینیم با هم که به نام یک بانو است به نام رابعه، و این بانو تصمیم گرفته که در بیرون از منزل کار کنه و در فعالیت های اقتصادی و همچنان رشد اقتصاد خانواده و جامعه سهیم باشه. مستند را با هم میبینیم و میشنویم. در ادامه برنامه با ما باشید. این بانو تصمیم گرفته تا دوش به دوش و همپای مردان در جامعه حرکت کند و در رشد اقتصاد جامعه سهیم باشد. خانم میتونه مثل یک مرد دوره استاد شوه، چون یک مرد میتونه که لباس خانمها را بفروشه، عرضه کنه، چون دخواه از خانم بیشتره میباشه، مشتری بیشتر پیدا میکنه. اونموز که اقتصاد یه ذره حال فعلاً ضعیف است، آست آستا خدا پیشرفت میکنه، مردم آست آستا خوب میشه. او میگوید کار کردن در بیرون از منزل یک افتخار و نماد از توانایی بانوان است. وقتی زن در خارج از خانه کار میکند، خواه ناخواه با مشکلات کسب درآمد و به اصطلاح پول درآوردن آشنا میشود. بنابراین به ارزش کار شوهرش بیشتر پی میبرد و در نتیجه او را بهتر درک میکند. شکر از کار خود راضی استم. بیشتری مشتری را شکر پیدا کردیم و راضی هستم، چون که خانم ها میاین، دختر خانم ها میاین، همیشه کسان با صحبت هستم، میبینم شما را بسیار خوش میشن. هر خانمی که میاین میگن افتخارم است. افتخار ما همگی خانم هاست، همگی آقا. این که ده آدم در پای خود استاد بشه، کار کنه، زحمت بکشه، آخر یک نتیجه خوب داره. رابیه یکی از فروشندگان لباس در شهر کابل است. با وجود اینکه مشکلات زیاد صدر راه این بانو قرار گرفته، اما از اینکه در بیرون از منزل فعالیت دارد خوشنود به نظر می رسد. تا حال را و وقت شبرتان بگویم در افغانستان یه ذره ملک ما بی امنیت است. چرا نه، برها از همه جای ما تایید شده، چون که چرا ما گفتن که چرا یک دختر خانم بیاین اینجا، بلکه ما بازم چی میگن نمائمت خود از دست نداریم. او میگوید بیشتر خانم ها به این دلیل تمایل دارند کار کنند که از این راه رضایت خاطر به دست می آورند و می توانند در رشد اقتصاد خانواده سهم بسیار بارزی داشته باشند. هرقدر که زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی میشن، به همون اندازه نسبت بحران هویت فردی و اجتماعی، افسردگی و انزواگیری، بیزاری از نظام کنترل اجتماعی، بی‌اعتمادی و بدبینی به قوانین و قواعد حاکم بر جامعه در این قشر عظیم کاسته میشه. در رابطه ما مصاحبه داشتیم با مرسل سیاز، فعال حقوق زن در کمیته مستقل حقوق بشر. مصاحبه را با هم میبینیم و میشنویم. آیا از نظر حقوقی زنان حق کار کردن در بیرون از منزل را دارن؟ زنان با مردان حق کار مساوی دارن و این در قوانین هم تذکر رفته که زنان میتونن بیرون از منزل کار داشته باشن. چرا بعضی از خانواده ها مانع
کار کردن زنان در بیرون از منزل میشن؟ خانواده ها دلایل به خصوص خودشان را دارن. از این مدت که ما اینجا کار کردیم و به زنای زیاد مصاحبه داشتیم، رسیدگی کردیم برای قضایایشان، معمولا دید جامعه یک دید جنسیتی است. پدرها و برادرهایی که فکر میکنن اگر خواهرشان یا دخترشان یا شوهرهایی که زنایشان بیرون از منزل کار کنن، بعضا دلایل حمایتی دارن که مبادا اینا آسیب ببینن از لحاظ جسمی، از لحاظ جنسی کارشان برشان آسیب زا نباشن. اما برخی ها هم کار کردن زنان در بیرون از منزل را نن میدانن. بعضی ها ای را نظر به دلایل قبلا براتون گفتم، هر یک خانواده دلایل مشخص خودشان را دارن. بعضی ها ایره عرف را دارن که ایره ننگ میدارن اینکه یک خانم کار کنه، استقلال مالی داشته باشه و از پول زحمات یا عمود دستمزدش برای مردای خانواده کمک کنه، و این را یک موضوع خیلی ننگین برای خودشان میدارن که زنها در کنارشون استاد باشه و اونا هم آید داشته باشه و مصرف کنه، در مصارف خانه سهم بگیره. به این لحاظ بعضی وقتا او را از لحاظ عرفی یک ننگ میدانن. البته یک ننگ نابجا هست. استقلال مالی برای هر فرد مهم است. هر فرد میتونه که استقلال مالی داشته باشه و داشتن استقلال مالی بر زن با مصابه داشتن عزت نفس بالا، اعتماد به نفس بالا و سهم گرفتن در تصمیم گیری های خانواده است. حالا بینش برخی از مردانی است که کار کردن زنان در بیرون از منزل را ننگ میدونن، اینمی بینش رو ما چگونه میتونیم تغییر بدیم؟ زنان با ثابت ساختن این که اگر در جامعه کار میکنن از لحاظ جنسی صفر هستن، مسئول هستن، از لحاظ روانی مسئول هستن، کار کردنشان میتونه که در خانواده تغییرات را به وجود بیارن، در جامعه تغییرات را به وجود بیارن، میتونن خیلی زود دسترسی داشته باشن. چقدر میتونه که باعث افزایش یا باعث رشد اقتصادی در خانواده و یا حتی در جامعه شه؟ خیلی تاثیر داره، خیلی خوب میتونه. یک طفل که مادر داره که کارمند است، کار میکنه، در مصارف مکتبش حداقل سهم میگیره، در مصارف تحصیلش سهم میگیره، در مصارف زندگیش سهم میگیره. تفاوت داره با خانواده هایی که فقط یک نفر کار میکنه و حدودا 5 6 یا 10 نفر زندگیش مسئولیتش داره. ارگو مصارف تقسیم میشه، کیفیت زندگی بلندتر میره و دسترسی به وسایل با کیفیت تر، تحصیلات با کیفیت تر هم بیشتر میشه و این میتونه یک دستاورد باشه که خیلی چشمگیر است. حالا زنانی که علاقه دارن در بیرون از منزل فعالیت داشته باشن، این نمی زمینه کار یا فعالیت برای قسم بانوها، ما چه قسم میتونیم که این نمی زمینه رو مساعد بسازیم؟ زمینه کار و مساوی برای همه که باید وجود داشته باشه. برای زنان و مردان زمینه کار باید یکسان موجود باشه. بر علاوه اینا بعضن امتیازات تشویقی داده میشه برای خانم ها که میتونن اینا بیشتر سهم بگیرن. آموزش دادن حرفه برای زنایی که سواد ندارن خیلی مهم میتونه باشه برای رفتنشان به سوی استقلالیت مالی. حرفه هایی که خیلی زنها از عهده اومه برای نظر به توانمندی هایشان، نظر به ظرفیت هایشان، اینا میتونه مهم و مؤثر باشه. پس وظیفه کمیسیون مستقل حقوق بشر در این راستا چی هست؟ حقوق بشر افغانستان مسئولیت حمایت از زنان و حقوق بشری افراد را در جامعه دارن. باید از حقوق بشری افراد حمایت کنه و او را گسترش بده. حالا کار کردن هم یکی از حقوق زنان است. بنان از این که کار کردن یکی از حقوق اساسی زنها است و در رسیدنشان به استقلال مالی میتونه کمک کنه و حتی در تصمیم گیری زنها در خانواده میتونن با داشتن استقلالیت مالی تاثیرگذار باشه. بنان کمیسیون حقوق بشر زمینه‌های آگاهی دهی را بر زنها، بر مردای جامعه، بر افراد جامعه فراهم میکنه تا اینا ننگ شمردن کار کردن زن را از ذهنیت ننگ شمردن این کار را نداشته باشن، آماده باشن برای اینکه حق بدن زنها را کار کنه و این یکی از حقوق مسلم زنها و افراد در جامعه. کمیسیون تنها در بخش آگاهی دهی فعالیت کرده؟ بله. در دیگه بخش غیر فعال بوده؟ در قسمت حق کار اشغال زایی از جمله مسئولیت های کمیسیون نیست. اما کمیسیون با در نظر گرفتن جندر در قسمت استخدام کارمندا و همچنان استخدام زنای بسیار زیادی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پست های مختلف از معاونین تا رؤسای دفاتر تونسته که
یکی از الگوهای خوب برای استخدام زنها و یا سهم دادن زنها در جامعه باشه. در رابطه با آثار و پیامدهای مثبت و منفی کار کردن زنان در بیرون از منزل صحبت کنید. یکی از پیامدهای خیلی مثبت که میتونه کار زنان در بیرون داشته باشه، سهمگیری فعالشان در قسمت مصارف اقتصادی در خانواده است. تصمیم گیری زنها در خانواده است. اون که زنی که کار و فعالیت داره میتونه در تصمیم خانه هم سهم بگیره، از لحاظ همچنان وجودشان یا موجودیتشان در جامعه کمک به هم نوایشان میتونه خیلی مؤثر باشه. مثلا زنای پلیس که ما داریم، این خیلی مؤثر است. هم مثال زنای پلیس در هر نهاد دیگه، در قسمت بودن سیاست، در قسمت بودن تجارت، زنا خودش میتونه زنای دیگر جرأت برای کار بده، میتونه حتی سبب شوه که مردای فامیل بر رفتن زنایشان به یک ارگان یا مراجعه اونا به یک ارگان اعتماد داشته باشن. مثلا ما در سیستم قضا خیلی قاضیای زن زیاد داریم، قاضیای توانا و مدبر، که این میتونه خودش سبب اعتماد زنا به قضا شوه. بفهمه که یک هم نوشان است، درکشان میکنه و قضایشان رسیدگی میکنه. خیلی قضایایی که دستور مالی ها ما داریم، وجود سرامال های زن یک چیز خیلی حتمی است، چون مسائلی را که نمیتونه زنا با مردا شریک بسازه میتونه خیلی خوب با سرامال زن شریک بسازه. همچنین در خیلی از بخش های دیگه میتونه مؤثر باشه. ممنون از حضورتان به برنامه. عزیزان، یک نتیجه گیری کوتاهی می داشته باشیم از مواردی که در رابطه با موضوع برنامه صحبت کردیم. امروز مشارکت روزافزون زنان در بیرون از خانه موجب تقویت حس اعتماد به نفس و استقلال و افزایش قدرت تصمیم گیری و برخورد مناسب ایبانوان با رویدادها و حوادث زندگی شده و اثرات مطلوبی بر روابط خانوادگی به جا گذاشته. در واقع زن با کار و فعالیت اجتماعی قدرت خلاقیت، کارایی و استقلال بیشتری میتونه داشته باشه، چرا که زن در ازای دریافت وجه حاصل از فعالیت‌های اجتماعی و همچنین تبادل اطلاعات و تعامل اجتماعی استقلال عملی بیشتری می‌یابه و بهتر میتونه که در برابر مشکلات خانه و محیط کار تصمیم گیری و مداخله کنه. عزیزان، به پایان برنامه امروزی رسیدیم. سپاس فراوان از تک تک شما عزیزان که تا این دم با ما همراه بودید. شما میتونید که در صفحات اجتماعی هم ما را دنبال کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.